جوفرز پاوند به یو اس دی تایم فریم H1 رو این بار در نظر گرفتم برای اینکه لایو بتونم ترید کنم و با شما در میون بذارم، حساب کتابم رو میکنم برای در واقع باز کردن این معامله، حجم مورد نظرم رو در میارم و در واقع وارد این سیل میشم. فشارخونی که انجام شد از روی این ناحیه من این رو ببندم، از روی این ناحیه استاپلاس هم میذارم تو فاصله 20 و تقریبا 20 پی پی 25 پی پی و در واقع همونجوری که میبینی معامله یک ساعته است. طول معاملات یک ساعته معمولا بیشتر طول میکشه و در حقیقت میتونم این کار رو انجام بدم. خب 20 پیپ 460 رو ناحیه پایین من هست، به تایم فریم یه ساعته بسیار قشنگ بود. از بین این ناحیه تا اون ناحیه میخوام ترید کنم، تارگت اولم ناحیه پایین هست و در حقیقت همونجوری که دیده میشه کاملا از بریک اوت برگشتش رو ناحیه بالا انجام میشه این ترید. یه ناحیه برخلاف جهت حرکت بازار، بازار سعودی، چند تا کندل سعودی داره و من دارم سل میزنم از روی ناحیه بسیار قوی. ترید های بسیار خوبمون که در حقیقت به راحتی این ترید ها رو شما میتونین انجام بدین. تایم فریمش هم واقعا فرقی نداره، الان تایم فریم H1 رو داریم، ساعت 21:46 دیگه باز شده، باید ببینم چقدر طول میکشه این تریدم به پختگی برسه. صبر خب در حقیقت اینجا نکته کلیدی ماست، بسیار باید صبور باشیم، چه تایم فریم H1 چه H4 چه دیلی. تایم فریم های کوتاه‌تر معمولا سریع‌تر به نتیجه میرسه، اما تایم فریم بالا مدیریت بعد از باز کردن تریده که نقش بسیار مهمی رو داره. من باید ببینم چجوری الان تا این لحظه رفتاری که داره، قیمت رفتار خوبی هست، داره فشار سلرها رو از اون مقطع نشون میده، شادوهای بسیار زیادی من الان اونجا دارم که به من نشون میده فشار سلراست و من میخوام از همین فشار سلر رو استفاده کنم و وارد این ترید بشم. به نظرم باید خیلی به این فرصت بدیم، به این معامله، حالا با توجه به رفتاری که میبینم و تایم کاری که هست. به هر حال بازار یه مقدار رنج تر میشه معمولا تو این هول و هوش تایم و بازه کاری و من این فرصت رو میدم، ترید رو میخوام براتون ضبط کنم برای اینکه کوتاه‌تر بشه. در حقیقت بعدن که ضبط کردم میام و در حقیقت جاهای مهمش رو که حرکت قیمت رو میبینم و فشارخونی و نتیجه این ترید رو باهاتون در میون میذارم. فعلا که همه چی خوبه، تریدمون 2.5 لاته، 2.31 لاته و در واقع با فاصله 20 پی پی 400 خورده دلار هم ریسکمون بوده. خب تقریبا میتونم بگم تعداد زیادی کندل گذشت از اون زمانی که در واقع براتون ضبط رو شروع کردم، هول و هوش 10 تا کندل گذشته، 10 ساعت بعد هست معامله هم هنوز در جریان داره. 10 ساعت اخیر همونجوری که میبینین کندل دیلیمون باز و بسته شد، یه مقدار حرکات بالا و پایین داشتیم اما معاملمون همچنان سلامته، داره به کار خودش ادامه میده. نکته جالبی که اینجا داره اینه که بعد از اینکه من وارد معامله شدم بازار به صورت رنج در اومده، من معاملم رو همچنان حفظ کردم، همچنان تارگتم ناحیه روبروی و باید ببینم کی این حرکت رو به پایین شروع میشه. خب به تب چون کندل یه ساعت است من نمیتونم کل این پروسه معامله رو براتون ضبط کنم و به صورت گلچین شده میام بعدن که این بازار رو نگاه میکنم بهترین جا رو انتخاب میکنم. فشار نزولیمون همچنان شروع نشده، اون فشاری که باید و شاید باشه برای نزول این قیمت، برای حرکت نزولی این قیمت. من سل زدم و دوست دارم خیلی سریع معامله بیاد حرکت کنه و بریزه پایین. فشار نزولی رو دارم میبینم اما اون فشار نزولی مشهود من که دوست داشته باشم نیست. الان همین الان میبینین کاملا با ایراق قیمت رو میکشن بالا، پس بنابراین همچنان این معامله حفظ میشه. فکر میکنم باید نگه دارم تا 1-2 ساعت دیگه، 3-4 ساعت دیگه باز ببینم این معامله کی به پختگی میرسه. خیلی مهمه که بعضا بدونیم معاملاتی که ما تو تایم فریم های بالا داریم، همین H1 شاید 24 ساعت 48 ساعت طول بکشه به اون جا هدفی که ما دوست داریم برسیم. تقریبا میتونم بگم 2-4-6-8-10
یازدهمین کندلی هست که بعد از نقطه ورود من وارد شدم و در واقع همچنان معامله من میتونم بگم تو محدوده تقریبا نقطه ورودم داره درجا میزنه، حالا به اندازه یه اسپرد بالا و پایین میره. به هر حال معامله دیلیمه. حالا سوپی که داشتم سوپ مثبت بوده، چرا؟ چون پوند به یو اس دیه و وقتی که در واقع بازار کندل 24 ساعتش بسته شده و کندل جدید باز شده، من توی معامله سل بودم. خب به هم سوپ مثبت 6 دلار 47 سنت سوپ مثبت داده. حرکت همچنان ادامه داره و فکر میکنم شاهد این نباشیم تو این کندل که حرکت نزولی شدید و عجیب و غریبی رو ببینیم. به هر حال من دوست دارم کندلم بیاد روی اون ناحیه قرمز پایین پایین، اونجا جاییه که فکر میکنم تیک پروفیتمو بکنم. نکته ای که در مورد تایم فریم H1 وجود داره اینه که بعضی مواقع شما میری از 4-5 ساعت 7-8 ساعت بعد میای دور میشی و یه اتفاقاتی افتاده که اگه تو اون مدت نباشی در حقیقت آزار دهنده است. بنابراین من معمولا سعی میکنم اگه H1 معامله بازی دارم، کاری که میکنم اینه که در حقیقت مرتب بهش سر میزنم، هر 2 ساعت یه بار نگاه میکنم ببینم چه اتفاقی افتاده، هر 4 ساعت یه بار ببینم چه اتفاقی، کندل 4 ساعته اگه معامله دارم هر 4 ساعت یه بار چکش میکنم، کندل روزانه هر روز چکش میکنم، هر 24 ساعت یه بار که کندل بسته میشه. شما فقط کافی رأس اون ساعت که کندل H1 بسته میشه یه نگاهی به چارتتون بندازین، به معاملتون بندازین تا مطمئن شین که کی بسته میشه. تمام اینا رو در واقع تو مجموعه آموزشی یوتیوب کاملا توضیح داده شده، برین توی کانال کاملا متوجه میشین. خب از اونجایی که با هم صحبت کردیم هلوش 7-8 تا کندل نگاه کنین، دقیقا میتونم بگم کمتر از 24 ساعت 14 و 30 دقیقه و 21 و 40 دقیقه میتونم بگم کمتر از 24 ساعت گذشت تا بالاخره ما این حرکتی که دوست داشتیم و دیدیم و جالبیش این بود که من حواسم رو به اینو بیارم پایین تر بذارم، نقطه 1:2 میذارم استاپلاسم و یعنی 40 پیپ، الان بیشتر از 40 پیپ تو سودم، اما اگه قیمت برگرده بره استاپلاس من رو بزنه تو فاصله 40 پیپی 800 دلاری نزدیک 1000 دلاری گذاشتم و در حقیقت میتونم بگم 1:2 رو، بیش از 1:2 رو به من میده. اما این خاصیت تریدایی است که تو بلند مدت در واقع باز میکنین، به هر حال باید زمانش برسه. کمتر از 24 ساعت میتونم بگم هول و هوش از 14 تا 21 اگه بخوام حساب کنم 7 ساعت و تقریبا 17 ساعت این تریدم در جریان بوده، 17 تا کندل طول کشیده شده و امروز الان در واقع بعد از 17 ساعت این معامله من به سود نشسته، سودش خوبه. الان نقطه 1:3 رو رد کرده، داره نزدیک میشه به نقطه 1:4 خودم، یعنی 2% من ریسک کردم، بیش از 8% میتونم در واقع به اکانتم اضافه کنم. این معامله از نقطه نظر مدیریت سرمایه، از نقطه نظر انتخاب چارت، انتخاب تحلیل تکنیکال، نوع تکنیک ورود، از همه نظرها با چارتی که من توی M5 یا M15 یا دیلی ترید میکنم کاملا یکسانه. تنها نکتهش اینه که اینجا زمان بیشتری میبره چارتمون تا به پختگی برسه، چون هر کندل 1 ساعت طول میکشه بسته شه. اما استراتژی وقتی یکی باشه و در حقیقت من نگاه کنم که استراتژی درستی رو دارم درست کار میکنم، در حقیقت کاملا مشخصه که میتونم سودده باشم. کمتر از 24 ساعت میتونم بگم دو فاصله 17 ساعت من میتونم تقریبا تا الان 1760 دلار سود رو بگیرم و خوشحال باشم. همه معاملات ما اینجوری نیست که معاملاتی باشه که با حجم بالا باشه، همونجوری که میبینین اینجا 2.31 لاته، حجمی که کاملا قابل محسوس 400 دلار ریسک بوده، 20 پیپ ریسک بوده و تا الان بیش از 70 پیپ حرکت کرده. الان نقطه 1:3 من رو حرکت کرده، نزدیک میشه 250 دلار دیگه، 300 دلار دیگه حرکت کنه قیمت، یه کندل یه ساعته دیگه اگه این بسته شه 20 دقیقه دیگه و نزولی باشه بعدی هم در حقیقت به راحتی به من 1:4 رو میده. معامله بسیار خوب، فرمیشن خوب و البته اون صبری که دردمندانه من صبر کردم تو اون بازه‌ای که توضیح دادم اول ویدیو خدمتتون که
در حقیقت اون جایی که بازار رنج شد توی نقطه ورود من چندین ساعت گیر کرده بود، الان 4 ساعتی که بازار دوباره در واقع 4 تا کندله که خیلی قشنگ ریخته و قبل از اون هولوش 12-13 تا کندل من بازار رنج رو داشتم، بازار به سمت استاپلاس من چندین مرتبه حرکت کرد، اما در واقع به خاطر داشتن نقطه ورود خوب، نقطه ورود بالا، وقتی که سل میزنم در واقع این به من قدرت میده که وقتی که فشار سل اینجوری میاد تو بازار من بتونم با بازار همراه باشم، حالا حتی میتونم رو برگشت این کندله و پوزیشن مجدد نسبت به همین لویی که دارم توی چارت H1 دوباره مجدد رو همین یه ترید داشته باشم دیگه. فکر میکنم از حوصله و وقت این آموزش خارج بشه، امیدوارم بعدا یه آموزش خیلی با کیفیت توی مدت زمان کوتاهی بتونم از ویدیوهایی که روی این ترید داشتم برای شما در بیارم و شما لذت ببرین. اگر مشتاق هستین، علاقمند هستین که این کار رو یاد بگیرین، حتما سر به یوتیوب ما بزنین، پلیلیست آموزش رایگان مجموعه رو از آموزش شماره 1 نگاه کنین، به مرور که بیان جلو تمرین کنین کاملا یاد میگیرین که چجوری میتونین در واقع از این بازار کسب درآمد کنین و مهارت خودتون رو هر روز بیشتر بکنین. پس حتما پرژین تکنیکال انالیست رو توی یوتیوب خودتون سرچ کنین، سابسکرایب کنین و ما رو با دوستان خودتون به اشتراک بذارین. تا درودی دیگر بدون.